مجموعه نیروهای عمودی بر روی پول اون قاعده ای که داریم مطالعه میکنیم. اینجا دوستان ما تمام این گشتاورها رو باید با هم جمع کنیم. این گشتاورها معمولا نسبت به مرکز اون صد در نظر گرفته میشود. این گشتاور رو در درس هایی مثل استاتیک یا مقاومت مساله خوندیم و بلدیم که چجوری گشتاور میگیرن. گشتاورها به این صورت هستش که نیرو ضرب در اون فاصله هستش که اون نیرویی که وارد میشه حالا نسبت به مرکز صد، اون فاصلهش نسبت به مرکز صد است که این گشتاور رو ما باید بگیریم و یه 6 هم ضرب میشه تقسیم بر بی به توان 2. این همین برای پایین دست هم داریم، با این تفاوت که به جای منفی ما اینجا مثبت داریم. نگاه کنید مجموع نیروهای عمودی بی دقیقا همینجوره و اینجا هم همینجوره، فقط به جای منفی ما اینجا مثبت رو داریم. پس تنش در بالا دست، تنش در پایین دست. در کارشناسی ارشد سوالی نیومده، اما در آزمون استخدامی ازش سوال اومده بود و در کنکور دکترا هم برای گرایش سازایابی ما یک سال از این سوال داشتیم. گفته بودن که تنش یا خسیق قائم رو در بالادست و پایین دست حساب کنیم. گشتاورها نسبت به مرکز صد یا اون وسط قاعده صد در نظر گرفته میشوند که نیرو ضرب در فاصله هست. نیروها هم به این صورت هستش که چون که گشتاور شما میخواییم بگیرین، تمام نیروهایی که در جهت نیروی ثقل هستن رو مثبت در نظر بگیرید و تمام اون گشتاورهایی که در جهت عقربه‌های ساعت هستن مثبت در نظر بگیرید. پس در جهت عقربه‌های ساعت مثبت، در خلاف عقربه‌های ساعت منفی هستن. این میشه نحوه محاسبه تنش ها. در کنکور ارشد نداشتیم اما ممکن هست داشته باشیم، پس خیلی خوب اینا رو یاد بگیرید. اما رسیدیم به یک مبحث بسیار مهمی به نام واژگونی یا اوورترنینگ. تمامی نیروهایی که به یک صد عمل میکنن، چه از نوع نیروهای آب باشه که به صورت نیروی افقی هست، چه نیروی آپلیفت باشه، اینا همه نیروهای مخرب هستن و میخوان صد رو یه جورایی واژگون کنن، یه جورایی اوورترنینگ کنن. اما در مقابل نیروهای مخرب ما نیروهای مقاوم هم داریم که میخوان صد رو مقاوم نگه دارن، استیبلش کنن، که نیروی وزن جزء این نیروها هست، جزء نیروهای استیبل ما هست، جزء نیروهای مقاوم ما هست که میخواد صد رو نگه داره. ما سوالات زیادی داشتیم هم در کنکورهای مختلف هم در آزمون استخدامی بحث واژگونی. ببینیم اصلا واژگونی یعنی چی. دوستان واژگونی یا safety factor of overturning یعنی ضریب اطمینان در مقابل واژگونی. به این صورت هست که یک کسری رو داریم که صورتش میشه مجموع گشتاورهای مقاوم. بچه ها این کلمه R یعنی resistance هست، یعنی مقاوم. تمام گشتاورهای مقاوم رو اینجا ما هم جمع میکنیم. تقسیم بر گشتاورهای مخرب یعنی چی؟ او به معنی overturning هن. یعنی اونایی که میخوان اینو به واژگونی در بیارن، میخوان اینو تخریبش کنن، اینها رو ما با هم جمع کنیم. نسبت کل این کسر باید بزرگتر مساوی 1.5 باشه. در این صورت هست که ما میگیم صد در مقابل واژگونی یا سازه ما در مقابل واژگونی پایدار هست. هست این میشه نحوه محاسبه پایداری در برابر واژگونی که گفتم SF ضریب اطمینان هست در مقابل واژگونی، گشتاورهای مخرب، گشتاورهای مقاوم. دقت کنید دوستان، ما گشتاورها رو نسبت به پنجه صد در نظر میگیریم. اگر دقت کنید ما اسلاید قبلی گفتیم تنش یا خستگی قائم نسبت به مرکز سطح می گرفتیم، اما اینجا باید گشتاورها رو نسبت به پنجه سطح در نظر می گیریم. یک مثالی از همین قسمت بخونیم که کاملا این موضوع جا بیفته برای شما. ببینیم سوال چی گفته. گفته یک سدی با مقطع مثلث به عرض کف بی و ارتفاع اچ احداث شده است. برای شرایط سد کاملا پر و نیروی بالا برنده صفر است. پس خودش گفته نیروی بالا برنده صفره. نسبت بی به اچ چقدر باشد تا از نقطه نظر واژگونی ضریب اطمینان واحد یا ضریب اطمینان 1 داشته باشیم. خب اون چیزی که به ما دادن وزن مخصوص مساله 2.25